سرخط خبرها. انتقاد امارات اسلامی از کارکردهای یونما در افغانستان. امارات اسلامی ماموریت دفتر معاونت سازمان ملل را در بیش از 2.5 سال گذشته ناکام می‌داند. مشکلات سیاسی را که در 2.5 سال ما داریم یا جلوی پیشرفت دیپلماتیک صورت گرفته، این را باید یک راه حل برش پیدا میکرد نکردم. تلاش ها برای مهار جرایم جنایی در کشور. وزارت داخله میگوید که در ماهای پسین گراف جرایم جنایی کاهش یافته است. امنیت ارشد امور امنیتی عملا اجرا میشه. ما در پلان استراتژیک 4 ساله داریم که در همه نقاط کشور انشاءالله اجرا میشه و نمیگذاریم که جرایم اجرا شود انشاءالله. ادامه تحقیقات کانگرس آمریکا در مورد روند خروج از افغانستان. رئیس کمیته روابط خارجی کانگرس میگوید که ادامه این تحقیقات اداره بایدن را نگران کرده است. و ادامه تنش‌ها میان ایران و اسرائیل. تهران گفته که به حمله اسرائیل به طور پاسخ خواهد داد که منجر به درگیری بزرگتر نشود. سلام و شب بخیر. به مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز جمعه 24 حمل سال 1403 هجری خورشیدی است. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها. امارات اسلامی میگوید که ماموریت یونما در افغانستان در بیش از 2.5 سال گذشته ناکام بوده و فعالیت های این سازمان محدود به گزارش دهی و در برخی موارد پروپاگند بوده است. سازمان ملل متحد در افغانستان سال هاست که فعالیت می کند، اما با باور برخی آگاهان این سازمان انتظار و توقع مردم را به گونه کامل نتوانسته است برآورده کند. 77 سال پیش در زمان حاکمیت محمد ظاهرشاه افغانستان منشور سازمان ملل متحد را امضا کرد و پس از آن پرچم کشور در مقر این سازمان به اهتزاز درآمد. در 77 سال گذشته افغانستان گواه فراز و فرودهای بیشماری بوده است، از درگیری‌های کوچک قومی گرفته تا تحولات بزرگ در کشور. در این مدت سازمان ملل هرچند تلاش کرد که کلید به قفل بحران‌های افغانستان باشد، اما در بسیاری از موارد کوتاه آمد. برخی از آگاهان میگویند که این سازمان انتظار و توقع مردم را به گونه کامل نتوانسته است برآورده کند. یونما به تمویل کنندگان خود راپور میده که در تقسیم کمک ها موفق است. فکر میکنم تا اندازه موفق است، اما میدانیم ما نه تنها از آل بس که از 20 سال گذشته که ملل متحد یک سیستم بسیار گزاف قیمتی است. اول معاش های خود میتن، باز اگر چیز ماند به مردم چیز تقسیم میکنه. افغانستان پس از حمله امریکا و متحدانش به افغانستان در سال 2001 بیشتر مورد توجه سازمان ملل متحد قرار گرفت و کنفرانس های متعددی تحت نظر این سازمان برای حل بحران ها و کمک به افغانستان برگزار کرد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در سال 2002 از طرف شورای امنیت به درخواست دولت وقت افغانستان شکل گرفت و آغاز به فعالیت کرد. هدف این نمایندگی ملل متحد کمک به دولت و مردم افغانستان برای تثبیت صلح پایدار در این کشور گفته می شود. در حال حاضر بیش از 20 صندوق و دفاتر ملل متحد در افغانستان فعالیت دارند. ماموریت یونما که سالانه مورد بازنگری قرار می گیرد و مرور زمان تغییر کرده است تا نیازهای کشور را منعکس کند و در 16 مارچ سال جاری میلادی توسط قطعنامه 2721 شورای امنیت سازمان ملل برای یک سال دیگر تمدید شد. یونما از بعد آمدنش در افغانستان تا همین لحظه کوشش نکرده که ایجاد فاصله ها مدیریت شود. همیشه آمده بحران ها را مدیریت کرده و در 2 سال و 8 ماه گذشته هم هدفش تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسی در حکومتداری بوده. امارت اسلامی اما میگوید که ماموریت یونما در افغانستان در بیش از 2.5 سال گذشته ناکام بوده و محدود به گزارش دهی، فعالیت هایشان موثریت نداشته و در برخی موارد مصروف پروپاگاند نیست شدند. وظیفه اصلی که باید انجام میدادن انجام ندادن. کمی کاستی در وظایفشان وجود داره، چون آنها باید در حکیم روابط بین افغانستان و سازمان ملل متحد رول می داشتن و
در مورد تحکیم رابط بین افغانستان و کشورهای دیگر که در رابط نیستن رول می داشتن و همچنان نمی مشکلات سیاسی را که در 2.5 سال ما داریم یا جلوی پیشرفت دیپلماتیک صورت گرفته این را باید یک رای حل برش پیدا میکرد نکردن. سازمان ملل متحد از سال 1946 که افغانستان به مجمع عمومی پیوست در منطقه مشارکت داشته است و اداره های از قبیل یونیسف از سال 1949 در افغانستان فعالیت میکنند. مقام های وزارت داخله میگویند که در ماه های پسین گراف جرایم جنایی به گونه چشمگیر کاهش یافته و آنان میکوشند تا هر چه بهتر امنیت را تامین کنند. سخنگوی وزارت داخله تاکید میکند که با عملی شدن طرح 4 ساله امنیتی تغییرات ژرف در راستای تامین امنیت در همه نقاط کشور به میان خواهد آمد. در همین حال شمار از باشندگان کابل میگویند که از نهادهای امنیتی میخوان در راستای بهتر شدن امنیت و جلوگیری از جرایم تلاش نمود. تلاش ها برای جلوگیری از جرایم جنایی در کشور. مقام های وزارت داخله می گویند که در ماه های پسین گراف جرایم جنایی به گونه چشمگیر کاهش یافته و آنان می کوشند تا هرچه بهتر امنیت را تامین کنند. سخنگوی وزارت داخله تاکید می کند که با عملی شدن طرح 4 ساله امنیتی تغییرات جدی در راستای بهتر شدن امنیت در همه نقاط کشور به میان خواهد آمد. در قسمت جلوگیری از جرایم جنایی یک پدیده اجتماعی است لامحالتا واقع میشه. البته گرافش چشمگیر پایین شده، گرافش خیلی پایین آمده. البته ما بعضی تدابیر را داریم که از طریق معاونت ارشد امور امنیتی عملا اجرا میشه. ما در پلان استراتژیک 4 ساله داریم که در همه نقاط کشور انشاءالله اجرا میشه و نمیگذاریم که جرایم اجرا شود انشاءالله. در همین حال شمار از باشندگان کابل از نهادهای امنیتی میخواهند که برای بهتر شدن امنیت و جلوگیری از جرایم جنایی تلاش بیشتر نمایند تا نگرانی های موجود در میان مردم برطرف شود. بعد سالهای قبل خیلی خوبتر است که مثلا از طرف شب میبینی که کسایی هست در گزمه میکنه و امنیت تامین میکنه. بازم از طرف روزم یک بعض جاهایی که میری میگری که واقعا امنیت بهتر شده سالهای قبل، اما امیدی از موی است که سالهای آینده از این که انشاءالله بیشتر خوبتر شود تا تمام ما و شما امنیت خوب داشته باشیم و راحت بتانیم هر جای بریم. آقا مخکنه کوم کارناسی ولا لک غلا و نامنی آقا وس نس وس منار سو کولا سی په هر وخت کې کورته لاړ شي. آقا منار کتان سي دا تراب دي مخکې د جنگ او جګړو لامل نه سي کولا سي خپل ځایته منا پوخ باندې ځان ورسوي. بیا که وختاله معنا په داسې وخت کې بدلی سي معنا مناسب وخت خپل د موخې ځای ته نه سي رسېدلی. نو په همدې خاطر باندې موږ له دغه اوس حاکم نظام څخه ډېر خوشحاله یو، خاصا د امن په باره کې ورته. مقام های امنیتی از مردم می خواهند که در راستای تامین امنیت بهتر با نهادهای امنیتی همکار باشند و در مورد مجرمین اطلاعات خود را با مسئولان امنیتی شریک بسازند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید تحقیقات این کمیته درباره خروج آمریکا از افغانستان اداره جو بایدن را نگران کرده است. مایکل مکال با خبرگزاری اکسیوس اظهار نظر کرده که مطمئن نیست که در نتیجه این تحقیقات مقام برکنار شود، اما پاسخگویی وجود خواهد داشت. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا چندین ماه پیش تحقیقات درباره خروج آمریکا از افغانستان را آغاز کرده بود. اکسیوس نوشته است که دموکرات‌ها در آمریکا این روند را اذیت مخالفان سیاسی می‌دانند، در حالی که جمهوری‌خواهان می‌گویند که به شواهد دست یافتند که نادیده گرفتن آن از سوی دولت بایدن دشوار است. بر بنیاد این گزارش جمهوری‌خواهان معتقدند که مایکل مکال سخت‌ترین و موفق‌ترین جلسه‌های شهادتی را درباره اداره بایدن برگزار کرده است. با گذشت هر روز نگرانی ها از بهره کاهش آب های زیرزمینی و سطحی در کابل بیشتر می شود. برخی از شهروندان کشور می گویند که روزانه آنان مجبورن برای به دست آوردن مقدار کمی از آب در صف های طولانی انتظار بکشند و شاهد چندین مشاجره بر سر آب نیز بودند. وزارت انرژی و آب عموم می گوید که آنان چندین پروژه آبرسانی را روی دست گرفتند تا این مشکل حل شود. در سالهای اخیر بحران کم آبی زنگ خطری را برای شهروندان کشور به ویژه پایتخت نشینان به صدا درآورده است.
برخی از شهروندان کشور میگویند با گذشت هر روز به نگرانی های آنان از بحر کاهش آب بیشتر می شود. زیاد مردم زیاد میانه یعنی که دیگر شوایق میانه که یه جایی نمیشه. آمین خیر ببینه می میته آوا اینی که خانه والا میته یکی اونو قصاب سو میته دیگر کسی نمیته. شماری هم میگویند آنان روزانه مجبورند برای به دست آوردن مقدار کمی از آب در صفهای طولانی انتظار بکشند و شاهد چندین مشاجره بر سر آب نیز بودند. یک رد خود چاو اینجا کدن خوش شد، باز دیگه دفعه چاو کند و اینه بیادر اونیز برق که باشه خونه او میته مردم و که نباشه بیادر ایسه که مشکلات زیاد است، روز چهار دفعه پنج دفعه او مردم میبره. در نوبت هم استاد میشه جنگ غال مغال خب بیاوی زیاد است، نلای ما را پیسه گرفت 18,000 روپای یک شوه و یک دو روز دیگه اونم. اما مسئولان در وزارت انرژی و آب با تایید این که از اثر خشکسالی ها و تغییرات اقلیمی سطح آب ها در کشور کاهش یافته، اما برای رسیدگی به مشکل کم آبی در کابل برنامه هایی را روی دست دارند. دی اوبو انرژی وزارت د نیمولو ستونزو د حل په موخه 141 چک ډیمونه په پلان کې درلودل چې 130 چک ډیمونه قرارداد شوي دي او له جملې څخه 50 چک ډیمونه ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي. همداراز هغه عمده مصرف کوونکو چې اوبه یې مصرفولې په ډیره زیاته کچه باندې په هغوی باندې محدودیتونه وضع شوي دي. ریسایکل سیستمونه، همداراز د جذبي څاګانو سیستمونه اور باندې لازمی شوی دی. در سال جاری آبی که از ماه اکتبر شروع و تا آخر ماه می میلادی دوام میکند نشان میدهد که در اکثر از نقاط کشور کسر بارندگی وجود دارد، اما به اساس پیش بینی هایی که صورت گرفته نشان میدهد که هفته دوم ماه اپریل یک موج شدید بارندگی وارد کشور خواهد گردید. با باور برخی از آگاهان، حکومت برای بیرون رفت از این معضل به گونه جدی برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت را روی دست گیرد. دیده لپاره چه دی سخ کال لپاره یا دی راتلون که کلون لپاره ده ستونز پا اساسی و بنیادی شکل بانده حل شی، چو حلاری موجودی دی. لومړی ده چه دی کابل دی خار دی زمک لان دی اوبه تغذیه شی، د دې لپاره د کابل شاوخوا واړه بندونه یا چک ډمونه جوړ شي، او اساسي حل لاره دغه ده چې په کابل ښار کې د کابل د شاتوت بند او همدارنګه د پنشیر له سیند څخه اوبه راوړل شي. بیشتر سازمان ملل متحد نیز در گزارشی گفته است که افغانستان با بحران کم آبی روبرو است که در حال حاضر 79% جمعیت این کشور دسترسی مناسب به منابع آبی ندارند. بر بنیاد گفته های مقام های محلی در نورستان 45% کودکان در این ولایت سرگرم کارهای شاق هستند. مسئولان محلی میگویند که تلاش دارند تا از راه های گوناگون از کارهای شاق کودکان جلوگیری کنند. به تازگی به همکاری یک مؤسسه بین المللی مکتب در این ولایت ساخته شده تا از کار شاق کودکان جلوگیری نماید. نورستان یکی از ولایت های محروم کشور محسوب می شود. مردم این ولایت فقیر هستند. فقر بر زندگی کودکان نیز سایه افکنده است. بر اساس گفته های مقام های محلی 45% کودکان در این ولایت کارهای شاق را انجام می دهند. اما یک مؤسسه بین المللی با ابتکار تازه و با ساخت یک مکتب زمینه آموزش را برای ده ها کودک فراهم کرده است. کودکانی که پیش از این سرگرم کارهای شاق بودند. مخی دسته او چه دلتا به ماشومان بیکار گرزیدل او درسونه صحیح منظم نو یو دوستانه محل باندې یو صنف مونږ ته منظور کړی دی، ریاضی، ضربی زبانی، صورتونه دا شیونه زده کوي. اولی هغه کوم زده کړی چې دی دوی هلته حاصلوي، نو د دې ذهنونه په دې سره چې دی یو آینده دپاره ښه آمادګي نیسي. کودکانی که پیش از این سرگرم کارهای شاق بودند حالا خرسندند که برای آینده روشنشان درس میخوانند. در این مکتب دختران و پسران شاملند. مونږ مخکې اسی اوسګر په کوڅو کې ګرځېدو، اوس درس یو سینفونه جوړ شوی دی. مونږ درس یو دینی درس هم یادو، حساب هم یادو او لوبی هم کوو. کوڅو کې ګرځېدو کبان داسې شیان به مونږ غونډول، اوس چې مونږ سپیس ته راځو باشندگان نورستان از این که برای کودکانشان زمینه آموزش فراهم شده خرسندند.
چې نه جوړ شوی دی و چې دی پیشاکاری کولا لړګو سره په کې جاوه سره کنه او دغه ناپاک ځایونو کې ګرځېده او ګندګي سره به لوبه کوله هر څه داسې ښه پاکي نه وه نه دي ورته څوک درس ښودل او نه چېرته درسونه او نه چېرته ښایسته ځای درس نه و چې مناسب ځای لوبه کول تر څو چې دا دلته ماشومان دوستان محل کنه دا چې جوړ شو دوی دلته راځي آرامه ښایسته آرامي سره درس. مقام های محلی نورستان از نهادهای کمک رسان و حکومت می خواهند که در بخش های دیگر این ولایت نیز زمینه آموزش را برای کودکان فراهم سازند. در هرات هنر خطاطی و خوشنویسی از جایگاه ویژه برخوردار است. استادان و هنرجویان این هنر تقریبا 45 نوع خط را کار می کنند. برخی از خطاطان می گویند هنر خطاطی از دوره تیموریان و حتی قبل از آن هم کار می شد. اما هیچگاه سوی حکومت ها توجه بر رشد و شکوفایی آن صورت نگرفته است. بلکه هنرجویان نسبت به علاقه ای که به این هنر داشتند آن را حفظ کرده و در حال حاضر نیز ده ها تن مصروف یادگیری این هنر در ولایت هرات هستند. با نی و مرکب انواع خطوط را خلق می کند که زیبایی خاص خود را دارد. عبدالجلیل توانا سالهای از عمر خود را برای حفظ و گسترش هنر خطاطی سپری کرده است. او می گوید این هنر از دوره تیموریان و حتی قبل از آن به میراث مانده است. تمام هنرمندان که به یاد کار کردن چی هستید هم چی نوانگوزان حال کار میکنن همه به شکل به انگیزه و علاقه خودجوشی که خود ندارن کار میکنن. یعنی هم خواص ژنتیکی که در ژن این مردم مدامی سرزمین نقطه شده نظر به امو علاقه دارم به هنر خط و خوشنویسی و از اونجا هم که هنر خوشنویسی و هنر ظریف و اسلامیه و در همه جای ارزش هنری خاص خورداره و خداوند هم قرآن قلم سوگند یاد کرده بوده از این نوندوار قلم هنر استادون و از این اساس مورد احترام عام و خاص هم هست. علاقمندان به هنر خطاطی در اینجا و انجمن خطاطان هرات همچنان به دنبال یادگیری نوشتن انواع خطوط هستند. استادان و هنرجویان در این بخش میگویند کار اساسی برای رشد و شکوفایی این هنر انجام نشده است. این هنرمند و یا هنرجو فقط به علاقه و به مصرف اندک یا سرمایه اندک خود اینا داره دیگه. اما تابلو مثلا که کار میکنن یا ابزار میخرن، مرکب میخرن، کاغذ میخرن دیگه از اون پول خودشون میخرن و کار میکنن. سهولت های دولت باید در این قسمت باید برای هنرمندا، برای استادا اینا مهیا کنه، بتونن اینا بهتر نمایشگاه ها خور اینجا دایر کنن و بتونن می هنری که دارن برای مردم عرضه کنن و به نمایش بگذارن و مردم از این استفاده کنن. در این کارگاه آموزشی که هنرجویان بر علاوه خطوط امانند نستعلیق، سلس، شکست نستعلیق و نسخ را کار می کنند، ده ها نو خط دیگر نیز آموزش داده می شود. اما فراهم نبودن زمینه برگزاری نمایشگاه های بین المللی سبب شده است تا نه تنها هنر خطاطی بلکه انواع هنرهای با قدامت هرات از ثبت در لیست میراث های فرهنگی جهان باز بماند. ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات در کنار هنرمندان بخش های مختلف بوده و هست و همه فرصت ها و زمینه هایی که برای رشد و ارتقای هنر و فرهنگ و ادب میسر و ممکن باشه ایراها را جستجو میکنه. در حال حاضر خوشنویسان و خطاطان در این ولایت بر علاوه خطوط عربی 26 نوع خط کوفی را نیز کار میکنند که بیشتر مربوط به مکتب خوشنویسی هرات است. تلاش هنرمندان این است تا نه تنها خطاطی بلکه انواع هنرهای رایج در این ولایت را همچنان حفظ کنند. با وجود پیشرفت در علم طب هنوز هم برای تداوی مریضان در ولایت بدخشان از گیاهان استفاده می شود. شمار از فروشندگان گیاهان طبی در این ولایت می گویند که بازار فروششان رونق یافته است. اما دکتران می گویند استفاده خودسر از گیاهان کوهی عوارض جانبی در پی دارد و باید در استفاده آن مردم دقت کنند. این بازار فروش گیاهان کوهی در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان است که انواع گیاهان در این جای یافت می شود. برخی از فروشندگان گیاهان کوهی در این ولایت می گویند که بازار فروششان از رونق خوب برخوردار است و از ولایت‌های مختلف و بیرون از کشور مشتری دارند. مشتری ما زیادتر چه مردم های مزار شریف، کابل، هرات و سایر ولایت هاست که جا میایند به طور تحفه از ما خریداری میکنند و میبرند. چون خب مشتری ما زیاد داریم، این فضل خدا از 34 ولایت هم میان و زیادتر کابل، مزار، این زیادتر مشتری داریم، زنگ میزنند برشون اصل مبلایی و از دوای
یونانی است برای معده و چیزا هم داریم. شماری از باشندگان بدخشان میگویند که برای بهبود وضعیت مریضان از گیاهان کوهی استفاده میکنند. بیشتر ما از دواهای طبیعی از زمین، دواهای علفهای کوهی از زمین وطن خود ما بیشتر از این استفاده میکنیم، چون دوایی است که با حساب همراه‌های گوناگون فایده های خوبی دارد، فایده های بیشتری دارد. اما دکتران بخش طب میگویند استفاده خودسر از گیاهان کوهی سبب بیماری های گوناگون میشود. هر گیاهی که ما استفاده میکنیم نه تنها عوارض جانبی، شاید امراض مختلف دیگر ایجاد بکنه، چون ما معلومات کافی در مورد انواع گیاهای کوهی نداریم که این چی هست، آیا کدام سم است، یا ای که کدام عوارض جانبی بسیار خطرناک داره. بر اساس معلومات فروشندگان گیاهی طبی در این ولایت بیش از 50 نوع گیاه وجود دارد که در تداوی مریضان از آن استفاده می شود. حال هم خبرهای اقتصادی. مسئولان وزارت زراعت و آبیاری و مالداری می گویند که زمینه سرمایه گذاری گسترده را در بخش زراعت و مالداری فراهم کردند و در حال حاضر بخش خصوصی می تواند تا ارزش 2.5 میلیارد افغانی در این بخش سرمایه گذاری کند. این مسئولان می افزایند که تلاش دارند تا تسهیلات بیشتری را برای سرمایه گذاران فراهم سازند. افزایش تلاش ها برای جلب سرمایه گذاری در بخش زراعت، آبیاری و مالداری در کشور. مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگویند که در حال حاضر زمینه سرمایه گذاری 2.5 میلیارد افغانی را در بخش‌های زراعت و مالداری فراهم کردند و تلاش دارند تا تسهیلات بیشتر را در این بخش فراهم سازند. در کرنی و بالاگول و مالداری وزارت په تیر 152 کلونه که در کرنی و مالداری په برخه که در چکم 2.5 میلیارد افغانیو د پنګونې زمينه هغه پنګوال او متشبثینو لپاره برابر کړی ده چې دغه وزارت ته مراجعه کړی ده او غواړي د کرنې په سکتور کې سرمایه گذاری وکړي. مسئولان اتاق زراعت و مالداری نیز میگویند که تلاش ها برای تقویت بخش مالداری و زراعت در کشور جریان دارد، اما نیاز است تا زراعت کشور میکانیزه شده و محصولات زراعتی کشور به بازارهای جهانی صادر شود. ظرفیت سرمایه گذاری در بخش‌های زراعت و مالداری بسیار عظیم است و نیازمند سرمایه گذاری بسیار انگفت خارجی و داخلی از طرف سکتور خصوصی می باشد و این سود بسیار بالای همچنان دارد و در ضمنش وطن ما به خودکفایی سبب پیدا می کند و ما از واردات بی‌رویه جلوگیری صورت می گیرد و در ضمنش برای قشر جوان ما، برای قشر کارگر ما به هزارها شغل ایجاد می شود. از اینکه افغانستان یک کشور زراعتی است آگاهان باور دارند که برای خودکفایی اقتصادی کشور باید تمرکز اصلی بر زراعت و مالداری باشد، زیرا اکثر مردم افغانستان سرگرم کارهای زراعتی مالداری هستند، اما از اینکه زراعت میکانیزه نشده محصولات کمتر به دست می آورند. نرخ ارزها. چند خبر ورزشی. تیم ملی فوتسال افغانستان در آخرین مسابقه تدارکاتیش تن به تساوی 2-2 داد. تیم ملی فوتسال افغانستان امروز در آخرین دیدار تدارکاتیش پیش از شروع رسمی جام ملت‌های آسیا 2024 به مسافه چین رفت. مسابقه دو تیم که پخش تلویزیونی نداشت با نتیجه 2-2 مساوی به پایان رسید. در این دیدار هر دو گل افغانستان را حسین محمدی به ثمر رساند. گفتنی است که این تیم روز گذشته برابر عربستان سعودی نیز تن به تساوی 2-2 داده بود. توفیق الهی فلاح مسئول کلب لایسننگ فدراسیون فوتبال افغانستان که قبلا توانسته بود جواز فعالیت در سیستم فیفا کنکت را به دست بیاورد، این بار با سپری نمودن چند دور از کورس‌های آموزشی و امتحانات توانست جواز فعالیت در سیستم فیفا ترانسفر ماشین سیستم را نیز برای فدراسیون فوتبال افغانستان کسب کند. با این سیستم در نخستین اقدام انتقال چند بازیکن از کشورهای مختلف و باشگاه‌های حاضر در فصل سوم لیگ قهرمانان افغانستان انجام شد.
مسابقات فوتبال ولسوالی گرمسیر هلمند به پایان رسید. در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند مسابقات جام رمضانی فوتبال که با اشتراک 16 تیم به نام وحدت برگزار شده بود با قهرمانی تیم رقیب افغان پایان یافت. در دیدار پایانی مسابقات تیم رقیب افغان با اختلاف 2-1 حریفش تیم هزار جفت را شکست داد و به قهرمانی دست یافت. در پایان به تیم‌های قهرمان و بهترین بازیکنان هدایای اهدا شد. رقابت‌های کشتی محلی در شهر شبرغان ولایت جوزجان برگزار شد. نمایندگی فدراسیون کورش ولایت جوزجان رقابت‌های این رشته را میان 60 کشتیگیر از مرکز و ولسوالی این ولایت برگزار نمود. این مسابقات در چمن بخدی پارک شهر شبرغان جوزجان برای یک روز برگزار شده بود. در این برنامه ورزشی بر علاوه مسئولان ورزشی، مسئولان ادارات دولتی، ورزشکاران علاقمندان به کشتی محلی اشتراک داشتند. هدف از برگزاری این مسابقات هم دیگر پذیری پهلوانان و ایجاد فضای سالم تفریحی و ورزشی برای مردم در ایام عید سعید فطر عنوان شده است. وضعیت هوا از توجه و همراهیتون با مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.